کمتر از یک ماه دیگر رای دهندگان آمریکایی برای پر کردن 435 کرسی مجلس نمایندگان و یک سوم از 100 کرسی سنا در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا شرکت می‌کنند. جمهوری‌خواهان کنترل هر دو شاخه کنگره را بر عهده دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای زنان به ویژه با تحصیلات بهتر و سفیدپوست می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در انتخابات ایفا کند. گزارشی از شهلا آراسته. زنان سفید پوست و تحصیل کرده نقش کلیدی در انتخابات امسال دارند. لین فدلی یک آموزگار با درجه فوق لیسانس که در انتخابات پیشین به کاندیدای حزب سوم رای داد میگوید در نوامبر به دموکرات‌ها رأی خواهد داد. به باور من دولت باید در مورد نابرابری مسکن و آموزش و محیط زیست بیشتر از اینا کار کنه. کریس الیت به دلیل مسائل مهاجرتی در انتخابات نوامبر جمهوری خواه باقی میماند. من خودم مهاجرم که به طور قانونی اومدم و برای کسب اون هزینه دادم. من با مهاجران غیر قانونی مخالفم. برای صاحبان کسب و کار کوچک که معمولاً به مستقل‌ها رأی می‌دهند، اقتصاد مهم است. نظرسنجی پیو نشان می‌دهد از سال 1992 زنان بیش از مردان به دموکرات‌ها متمایل شدند. در انتخابات ریاست جمهوری 2016، 54% زنان به هیلری کلینتون و 52% زنان سفید پوست به دونالد ترامپ رای دادند. مایک شرول در منطقه که 36 سال به کاندیدای دموکرات رای نداده است، مبارزه می کند و جو بایدن را به کمک طلبیده. به طور حتم از آنچه ما در مبارزات انتخاباتی شاهد بودیم، رای زنان این بار خیلی اهمیت داره. تبلیغات رقیب جمهوری خواه او جی وبر هم نشان از ترغیب زنان را دارد. به نظر من زنان هم از خیلی جهات همان خواسته مردان را دارند. شکوفایی اقتصاد. تولید ناخالص داخلی کشور از تاریخ روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ در هر 3 ماه تقریباً 3% افزایش یافته. اکنون سؤال این است که آیا اقتصاد قوی برای حفظ کنترل جمهوری خواهان بر کنگره کافی است یا نه؟ شهلا رسته، صدای آمریکا.